سلام من پریس هستم از رادیو فردا و این پادکست قرار جایی باشه برای شنیدن سکوتهایی که به شکلهای مختلفی تبدیل به صدا شدن در اینجا از تاثیرات طولانی مدت هجاب اجباری حرف میزنیم از رد پای تحمیل تأثیری که میشه بهش گفت تروماهای حاصل از هجاب اجباری سوالی که هر بار در هر قسمت از این پادکست مطرح میکنیم اینه که آیا وقتی به عنوان یک زن به یک کشور آزاد مهاجرت میکنیم دیگه همه چی حله؟ منو از ویرونی حرفای نگفتم و میدونی میدونی منو ببر از بیرونی از عبروی برونی تو حرفای نگفتم و میدونی امروز شبنم نم فرشا جو مهمون منه بازیگری که مدت هاست ایران رو ترک کرده و حس میکنم گفتنی های زیادی برامون داره شبنم جان سلام بهمون به بگو که کجای جهانی و الان اونجا چه ساعتی از شبانه روزه سلام پریس جان اینجا تورنتو ساعت 11 و هوا آفتابی خیلی خوبه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم ممنونم ازت شبنم جان من این سوالو تقریبا از همه خانمای بازیگر میپرسم میخوام از تو هم بپرسم اولین باری که تصویر خودت رو با پوشش اختیاری خودت تو قاب تلویزیون دیدی اون ته قلب چه حسی داشتی؟ واقعیتش خب میدونستم که عواقبش چه خواهد بود و اون لحظه که تصمیم گرفتم این اتفاق بیفته شد سی ثانیه هم نشد من روی مبل نشسته بودم تازه از خواب بیدار شده بودم همین ساعت ها بود اخبار رو چک کردم و دیدم که محسا رو به قتل رسوندن در بیمارستان کسرا فوت کرده یهو یه تصمیم گرفتم گفتم این تارمو ارزش کشتن این دختر جوان 22 ساله رو نداره و اون لحظه لحظه بودش که اصلا همینطوری دوربین رو روشن کردم از خواب بیدار شده بودم یه فیلترم انداختم روش که قیافم خیلی در و داغون نباشه و بعدش ساعتها و روزها بود که من اشک ریختم در همه جا اومدم و بعدش که خب اخبار رو چک میکردم توی فضای مجازی تو توییتر و هر جای دیگه میدیدم که خب عکس منو گذاشتن و دارن میگن که خیلی باشرف بوده اولین جمله که گفتم این بود که همه دیگه میدونن که من به وطنم اهمیت میدم اینو مخصوصا گفتم که بعدم به من انگ وطن فروشی نشست کنن چون واقعا به محیط زیستش به خود ایران اهمیت میدم و این برام مهمه دوست نداشتم که به من لیبل وطن فروشی رو بچست کنن و میدونستم که خب عکس منو ممکنه نشون بدن یک در واقع یک نگاهی بهش داشته باشن نمیدونستم که عواقبش اینجوری میشه که بعد از من یک جریانی اتفاق میفته و خیلی های دیگه در واقع این اتفاق رو ادامه میدن و الان در واقع هر روز صبح که بیدار میشم منتظرم ببینم چه اتفاقی در ایران افتاده با وجود ارعاب و وحشت و اینا فکر میکنم که منتظرم هنوز که ببینم خانما دارن چی کار میکنه تا حالا شده از خواب بیدارشی مثلا با خودت بگی این چه کاری بود کردم یا مثلا پشیمون باشی از کاری که کردی اصلا اصلا حتی یک ثانیه بگو به من که یادم با خودش یه رفتن میتونه یه دنیا رو بیدار کنه غم نگات حتی صداد یه روزی که ایشگی نیست که باشه باهات میتونه حتی فکرش منم. اینجا ما یه سری چیزایی رو تعریف میکنیم که ممکنه اهم. هر کدوممون تک به تک تو خونه بهش فکر کنیم و فکر کنیم فقط بر خودمون اتفاق افتاده در حالی که اهم. من اینجا وقتی با دیگران صحبت میکنم میبینم که همه همینجور تجربه ها رو داشتن مثلا یه وقتایی میخوای بری بیرون فکر میکنی یادت رفته یه چیزی ورداری شالم کو مغنم کو شاید مشخصا بهش فکر نکنی یا ولی فکر میکنی یه چیزی جا گذاشتی این شخصا برای من اتفاق افتاده برای خیلی از مهمونامون هم ظاهران اتفاق افتاده میخوام ببینم تا همچین حسی رو بعد از کنار گذاشتن هجاب اجباری همچین حسی رو تجربه کردی؟ لباسایی که از ایران آوردم مثلا یادم شقایق فرهانی به من یه نیم پالتو داده امسال پوشیدم یه لحظه حس کردم یه چیزی کمه بعد گفتم آه، چقدر جالب ولی ازش خیلی دور شدم خیلی این اتفاق تو زندگی من پر رنگ شد اولش که اومده بودم اوایلش واقعا برام خیلی مهم بود که چون میخوام برگردم ایران مواظب بودم که در واقع کسی منو نبینه با هجاب باشم کلا سرم میکردم حتی یه برنامه یوتیوبی ما ضبط میکردیم من هجابمو نگه داشته بودم که بخوام بیام ایران یا اگه بخوام کانادا کاری انجام بدم این کار رو در واقع به خاطر این انجام دادم که مثلا چه میدونم قرار بود مافیا رو بیام تو کانادا بسازیم گفتم خب خیلی خوبه من اینجا اینو نگه دارم یه دیگه شام ایرانی ایرانی تو تورنتو خواستیم کار کنیم و اینا اه بعد اه یه مدتی که گذشت برام خیلی عادی شده یعنی همین الان مثلا من رفتم آشقاله خوشکم و بریزم با لباس خواب بودم امیدوارم واقعا این تروماهای های بعد از اجاب اجباری برامون برطرف بشه و زودتر بتونیم از دستش خلاص بشیم ولی خب چیزی که سالها با آدم بوده ترک کردنش یه جوری یک خلایی رو ایجاد میکنه که خلای همچین خوشایندی هم نیست مثل جای یک زخم میمونه من اه... آره من آره کابوس پریس من خیلی کابوس میبینم که ایرانم میخوام کار کنم یه ماجره های برام پیش میاد با پلیس امنیت و دادگاه و دارم جیغ میزنم تو کوچه و نمیدونم به خاطر شرایط ایرانه که لحظه آخری که میخوابم دارم اخبار رو چک میکنم یا به خاطر چیه که کم خواب شدم و همش خودم رو میبینم که دارم با هجاب تو ایران میگردم ببین میخوام برم سر یه موضوعی که میدونم پاش تو زندگی همه بازیگران زن جوری عمیقه که محال ندیده باشیش زمانی که دوران دب دبیرستان من وقتی که عکس باز... اون موقع تازه ها داشت هوشمند میشد وقتی که عکس بی بازیگرهای زن می اومد بیرون اصلا یک ای هم به پا میشد که همه همه میدیدن اون عکسو و من اون لحظه فقط فکر میکردم که حس اون بازیگر زن الان چیه و چه اتفاقی قرار براش بیفته میخوام بدونم ما این ور ماجرا بودیم و تماشا چی شما اون ور ماجرا چه احساسی رو داشتین تجربه میکردین واسه خودم یک اتفاقی که افتاد قبل از اومدنم در کووید ما خیلی مسافرت میرفتیم آفرود و اینا من یه عکسی رو میخواستم برای کلوس فرندم بذارم که اون عکس وایرال شد اشتباهی به که کلوس فرند بذارم بدون که نگاه کنم گذاشتم پابلیک شد بعد 6 دقیقه دیدم خیلی تلفن دارم و اینا از همه جا دیگه داشتم یه کاری میکردم هی جواب نمیدادم بعد فهمیدم او او دقیقه شیش دقیقا خبر فوری اینو کار کرده که کشف رجا به شبنم فرشاد باورت نمیشه که من چقدر ترسیدم اولش گفتم خدا یا شب احیاس حالا عکس عجیب غریبی هم نبود ولی گفتم شب احیاس الان منو میکشم پدر منو در میارن دیگه نوشتم من اگه بخوام کشف هجاب کنم هم الان تو شب احیا این کارو نمی کنم بعدا واقعا به نظر من بازیگرا اصلا هجابی ندارن این روسری زوری که سر ماست که هجاب نیست همه بهش میگفتن به عنوان فوش میگفتن مانتویی من یادم یه تایمی تو دهه 60 ماها ماها میگفتن مانتویی یعنی ما بی هجابیم چادری یا با هجاب هن. این فرق و تفکیک وجود داشت پس معلومه یکی که یه هجاب نیم بند داره یه چیزی رو سرشه با هجاب نیست واسه همه میگم آره این این خیلی وحشتناک بود منو خواستم پلیس امنیت رفتم ام... کجا رفتم دیگه آهان دادسرای رسانه رفتم عذرخواهی گفتم باید بکنی پلیس فتا وایستادم دستکش دستم بود حتی یادمه که دستکش مخصوصا یه رنگ سیاه یه رنگ سفید کردم که بدونن یه مانتوی گشادم تنم بود که بدونن این زوریه الان دارن از من تصویر میگیرن وایستادن پشتم در واقع آرم پلیس باشه ولی گفتن نبی این ورتر در بیفته که فکر کنن تو محیط خونت اینو گذاشتی این ترسه تو وجود ما نهادینه شده از حالا دبستان شروع شده از دبستان راهنمایی دبیرستان ورزش من یادم کشورهای اسلامی اومده بودن ما توی شاید کشوری مسابقاتی بود شما نمیدونید ما چه شکلی بعد میرفتیم مسابقه و اینا خیلی سخت بود خیلی ما مبارزه کردیم تو خیابون مبارزه کردیم تو مدرسه تو تئاتر واقعا اصلا یه خاطره الان یادم اومد نمیدونم درسته بگم یا نه یعنی خانمایی که سینه های بزرگی داشتن مجبور می شدن تو تلویزیون اینا عمل کنن سینه رو کوچیک کنن میبستنش با شال که کوچیک بشه شما فکرشو بکن هاشفت داره شال داره مانتو داره لباس داره ناخونش لاک نداره از آرنجش از مچش به بالا نباید دیده بشه گردنش نباید دیده شه لاله گوش خیلی براشون مهمه که اصلا میگن سکسی ترین چیز اینه ما همش باید اینا رو میپوشوندیم اینم دیگه خندهدار بود که خانمایی که سینه بزرگ داشتن خیلی من میدونم حالا اسم نمیبرم عمل کردن که مشکلی برای چیز نداشته باشن تخش فکر میکنم تو دوره شما این رایت شد که با سنجاق مشکی شما روسری ها و یا هر چیزی سرپوشی که داشتین و به موهاتون سنجاق میکردین که در طول بازی این عقب نره درسته؟ بله, بله. اصلا بچه های گیریم و بچه های لباس باید سنجاق قفلی و, و سنجاق مشکی از اینا که دسته ای میفروشن مال چینه مثل باد بزنه از اونا همیشه ما باید می‌داشتیم حتی تو جیبمون توی جیب لباس صحنهمون یادم من منشی صحنه بودم سر یه کاری آقای داوود رشیدی بودن کارگردانش ریچارد سه دهه هفتاد یه بازیگری بود حالا اسمش نمیگم این پشت صحنه حواسش نبود من حلش دادم که بره تو صحنه حلش دادم بعد انقدر که استرس گرفت رفت اجراش کرد اومد منو اینجوری گرفت مثلا که یعنی دمت مثلا بعد همون لحظه حراست منو دید و از فرداش منو اجازه نمیدادن که وارد تا چرشم گفتن شما همون لمس کردین حالا من یه دختر مثلا 18 ساله بودم اون آقای آقای مسنی بودم و مجبور شد بیچاره خدا بیامرز آقای رشیدی با خانم معتمداری ها با خانم برومند اینا برن پیش حراست و منو حراست خواست یادم رفتم تالار وحدت با دمپایی نشسته بود که تو چرا این کار کردی؟ گفتم آقا هل شده بودم بازیگر نمی رفت دادم تو صحنه تماس عشق و حالی که نبوده یعنی تاعتر شهر اینجوری ما رو چیز میکردم من اجازه ورود به هم ندادم چه لحظه تلخی بود تو 18 سالگی با من میدونم لحظات سختیه اما میخوام ازت بپرسم که کدوم ترانه کدوم آهنگ کدوم ملودیه که تو رو انگاری پرتاب میکنه به ایران و اونو به یاد ایران گوش میدی؟ یادمه که روزای آخر اتفاقا با چند از بچه ها تو ماشین بودیم خیلی این آهنگ بزیره سقف این خونه بزیره سقف این خونه منم مثل تو مهمونم منم مثل تو شنونده عزیزم ممنونم که به این پادکست گوش سپردی ویدا رو میتونی هر جمعه در میون در وبسایت رادیو فردا و همچنین در تمامی پادگیرها از جمله اسپاتیفای گوش کنی اگر از ایران شنونده ما هستی و برای دسترسی مشکلاتی پیش رو داری پادکست های ما در تلگرام پادکست فردا هم قابل شنیدنه و در نهایت اگر حس میکنی میخوای با ما در ارتباط باشی و حرفاتو به گوش بقیه برسونی از طریق شناسه ی تلگرام و یا واتساپ رادیو فردا با ما در تماس باش. هر جای دنیا که هستی شب یا روزت بخیر.